سلام و درود، مهدی دارا هستم، مدیریت سی آی اس گروپ. امیدوارم خوب و خوش و خرم و سلامت باشید. امروز میخوام در رابطه با کشوری که ملقب به نگین اتحادیه اروپا با شما صحبت کنم. بله، کشور مجارستان. این کشور از دیرباز، یعنی بیش از 30 سال هست که مرتوجه دانشجویان ایرانی هست و دانشجویان ایرانی علاقمندند که رشته های علوم پزشکی، پزشکی دندان، دارو و فیزیوتراپی و بینایی سنجی و رشته های امثال هم رو در این کشور تحصیل بکنن. با من همراه باشید. مجارستان یا هنگری در مرکز اتحادیه اروپا و عضو شنگن و ناتو در حوزه پانونیا با 93 هزار کیلومتر مربع وسعت و بیش از 9 میلیون و 700 هزار نفر جمعیت همواره جزو کشورهایی بوده که مرتوجه ما ایرانی هم بوده. به خاطر دارم اولین سالی که دانشجو اعزام کردم به این کشور سال 1993 بود و اولین گروه رو برای دانشگاه فنی بوداپست اعزام کردم. خصوص خود من علاقه خیلی خاصی به این کشور دارم، چون این کشور دارای دیرینه و تاریخ بسیار شگرفی هست. خب بپردازیم به اون چه که در رابطه با این کشور وجود داره. مجارستان کشوری در اروپای مرکزی به حوزه پانونیا است که به نگین اتحادیه اروپا ملقب است. این کشور از شمال با اسلوواکی، از شمال شرقی با اوکراین، از شرق و جنوب شرق با رومانی، از جنوب با صربستان و کرواسی، از جنوب غرب با اسلوونی و در غرب با اتریش هم مرزه. زبان رسمی این کشور مجاری و از خانواده فین باوگری است. پرگویشترین در بین زبان‌های اورالی. پایتخت و پرجمعیت‌ترین شهر این کشور بوداپست زیباست و پس از اون به ترتیب شهرهای دبرسن، سگد، میشکولز، پچ و دیور بزرگترین شهرهای کشور مجارستان محسوب میشن. مرزهای کنونی مجارستان حدوداً با تعریف سال 1920 در پیمان صلح تریانون هم خونی داره. البته به موجب این پیمان 71% از خاک مجارستان و 58% از جمعیت شامل 23% از جمعیت مجار از کشور جدا شده. در بین دو جنگ مجارستان با امید بازنگری در تعریف مرزهاش با دوستی آلمان به نیروهای محور پیوست و بعد وارد جنگ جهانی دوم شد که باعث تلفات و صدمات گسترده‌ای به این کشور شد. در معاهده صلح 1947 پاریس مرزهای امروزی کشور مجارستان تعریف شدند. پس از جنگ مجارستان برای 4 دهه به یکی از کشورهای اقماری اتحاد جماهیر شوروی مشهور شد و به نام جمهوری خلق مجارستان معروف گردید. در جریان انقلاب 1956 مجارستان توجه جهانی پیدا کرد که به سرعت سرکوب شد. مجارستان از 23 اکتبر 1989 با جمهوری پارلمانی دموکراتیک اداره می شود. در قرن 21 مجارستان یک کشور با قدرت متوسط بود و بر اساس برآورد صندوق بین المللی پول مجارستان از بین 191 کشور 58مین قدرت اقتصادی جهان بر اساس تولید ناخالص ملی به شمار میره. به عنوان کشوری عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی جزء کشورهای پردرآمد با استاندارد بالای زندگی محسوب میگردد. البته مجارستان از سال 2004 عضو اتحادیه اروپا و از سال 2007 در منطقه شنگن قرار گرفت. همچنین مجارستان از اعضای سازمان ملل متحد، ناتو، سازمان تجارت جهانی، بانک جهانی، بانک سرمایه‌گذاری زیربنایی آسیا، شورای اروپا، گروه ویشگراد و بسیاری دیگر از این پیمان‌ها است. مجارستان با تاریخ و فرهنگ غنی شناخته می‌شود و مشارکت‌های گسترده‌ای در حوزه هنر، موسیقی، ادبیات، علوم، تکنولوژی و ورزش دارد. بر اساس آمار سازمان جهانی گردشگری مجارستان 11مین کشور محبوب اروپا است و در سال 2017 تعداد گردشگرانی که از این کشور دیدن کردند 15 میلیون و 785 هزار نفر گزارش شد. از جاذبه‌های گردشگری این کشور می توان به هویز، بزرگترین چشمه آب گرم جهان و دریاچه بالاتون، بزرگترین دریاچه اروپای مرکزی و پارک ملی پورتوبادی، بزرگترین مرتع اروپا که میراث ثبت شده در فرهنگ جهانی یونسکو نام برد.
نام رسمی کشور مجارستان در زبان مجاری ماجاروسک در واقع نامیده میشه که به معنی سرزمین مجار هاست. نام مجار در چندین منبع عربی فارسی گفته شده. قدیمی ترین منبع در دسترس الاعلاق النفیسه نوشته ابن رسته به زبان عربی در حدود سال 903 میلادی است که رونوشتی از کتاب المسالک و الممالک نوشته جیهانی از پیشگامان جغرافی است. این کتاب به جز بخشای کوتاهی که در دسترس نیست و بخشای مربوطه مجار که آن نیز رونوشتی از متن قدیمی تر و ناشناخته است در متن ابن رسته، مجار زیر عنوان المجقریه ذکر شده. تاریخ نگار و جغرافیدان ایرانی گردیزی در کتاب زین الاخبار تألیف سالهای 1048 تا 1052 بخش مربوط را از عربی به فارسی ترجمه و خلاصه کرد. در تصحیح حبیبی چند خط آغازین اون تحت عنوان مجقریان آمده. از اونجایی که مجارستان از دیرباز مورد توجه همه بچه های ایرانی بوده برای ادامه تحصیل، خواستم که تو این فیلم یک مقداری اطلاعات کلی داده باشم در برای شناخت هرچه بیشتر کشور مجارستان. امیدوارم که این فیلم برای شما مثبت و مفید واقع شده باشه. پاینده و پایدار و پویا باشید. یا حق، اگر تا الان کانال ما رو سابسکرایب نکردید همین الان سابسکرایب کنید، کلیک زنگوله رو فشار بدید تا اگر ویدیو جدیدی منتشر کردیم خیلی سریع مطلع بشید. اگر ویدیوی ما خوشتون اومده حتما لایک کنید و با دوستانتون به اشتراک بذارید.